و مسلمان باید رسول خدا علیه السلام رو با عقل خودش از خودش بیشتر دوست داشته باشه، یعنی سخن رسول خدا رو بر فکر خودش مقدم بدونه، از عقل خودش مقدم بدونه. بلکه میدونه که اگه پیامبر خدا نمی بود شیرینی ایمان رو نمی چشید. و اندک اندک پیشرفت میکنه و حتی حب عاطفیش هم بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیشتر میشه، به خصوص اگه سیرهشو بخونه، به خصوص اگر اعمالش انجام بده، به خصوص اگر نوافل رو انجام بده، به خصوص اگر سنت ها رو انجام بده. و لازم میبینیم که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خط فاصله بین حب عقلی، محبت عقلی و محبت عاطفی رو بر ما مشخص میکنه. یه مثال دیگه از سیره این شاگرد برجسته پیامبر در همین مسئله راجب حب عقلی و حب عاطفی، وقتی برادرش کشته شد، قاتل برادرش جلوش اومد، جلوش نشست، یکی از همنشینانش بهش گفت که این قاتل برادرته. عمر گفت که من چیکار کنم وقتی خداوند هدایتش کرده اسلام پذیرفته، من چیکار میتونم بکنم؟ مثل خمینی و خامنه‌ای نبود که قبل از اینکه برسه تو را قبل از تو جلسه به جا خودش تو خیابون بگم ماشینش زده، تصادف کرده، صد تا راه ترور، تاریخ تشیع، تاریخ ترور و قتل و غارته. خوارج هم اینجوری هستند، لیکن خوارج واضح هستند، ظاهر هستند. اینا نه، اینا از خوارج 100 درجه بدتر هستند، از دواعش 1000 درجه بدتر هستند.